همگی اون باشه که هدف هشت. پس این شد از MDGs و بعد روی گلوبال ایشوز اگه بخوام یه نگاهی بکنیم، این رو بعد نیستش که باز بکنیم، به دلیل اینی که من هنوزم رشته شما رو به نوعی اینترنشنال لا قلمداد میکنم. توی این موضوعاتی که جنبه جهانی داره اگه بیان پایین ردیف آی به اینترنشنال لا، به حقوق بین الملل برمیخوره، و اگه اینترنشنال لا رو باز بکنیم تو این صفحه میتونیم ببخشم من چه صفحه خودم در رشتم بودم. رشته تجاری بین الملل بیشتر همونطوری که متوجه بودم برگرفته از رشته حقوق خصوصی پرایوت لا. بعد بین الملل که رشته حقوق خصوصی بیشتر روابط داخلی افراد با هم فارغ از دولت ها مورد نظر داره، و رشته تجاری بین الملل میاد شاخه خارجی این قرار میگیره. توی بسیاری از کشورها توی متوجه بودم رشته حقوق تجاری بین الملل شاخه از برای بچه‌هایی هستش، دانشجویان هستی که حقوق خصوصی خوندن. ولی در ایران حالا طبق روالی که همیشه هست و اون فلسفه چی داره نمیدونم، اومدن یه گرایش جدید به نام اینترنشنال. ولی در کشورهایی هستش که اینو داشته باشن، ولی برای کسانی هستش که بیشتر تخصصشون روی حقوق خصوصی هست. حقوق اینترنشنال بیشتر هم به دوست هزم خود دادم مربوط به روابط دولت ها و به طور کلی نگاه میکنه. البته خب در مورد همین حقوق تجارت بین الملل هم خب کنوانسیون هایی که ما داریم خیلی هاش برگرفته هم از همین روابط بین دولت ها به مربوط حقوق بین الملل میشه. خب بالاخره برای باید همون کنوانسیون ها در پارلمان کشورها ردیفای بشه. ولی خب به حال نان گورنمنتال هایی هستن که خیلی مهم هستن، مثل آی سی سی اینترنشنال چمبر آف کامرس، نقش اینا رو نمیشناسید که عرف تجاری بین المللی خب نه مربوط به روابط دولت ها یا حقوق بین الملل نمیشه، بازرگان ها هر کاری که میکنن. به این علت هستش که یه حالا شاید یه بچه بین چند بودی داشته باشه و یا حداقل تو ذهن من تفکیک بینشون دشوار باشه. آره شاید به خاطر همون چیز، چون واقعا همینطوری یه بخشیش مربوط به حقوق بین الملل میشه، اینترنشنال کنونشنز هایی که هستن، و یه بخشی خب مربوط به عرف میشه که مربوط به شخصیت نان گورنمنتال.